درود بر شما همراهان عزیز خوش اومدید به کانال خبرچین لطفاً برای حمایت از ما ویدیوها رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید سپاس ادامه سردرگمی ایران به سود کیست مذاکرات و تفاهم اتمی از کدام نقطه باید آغاز بشه مذاکرات ویان قرار تا اوایل هفته آینده آغاز بشه یک تیم سه نفره برای مذاکرات تعیین شده که مرکب از وزیر خارجه معاون او و دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی عبداللهیان باغری کنی و سرلشکر شمخانی تا کنون هیچ برنامه کاری اعلام نشده و شواهد نشون میده که همه در تهران دور خودشون میچرخند و نمیدونن با طالبان چه کنند با مانورهای نظامی ترکیه و آذربایجان چه برخوردی داشته باشند گربه رقصانی عربستان برای عادی کردن مناسباتش با ایران و خاتمه نبرد در یمن رو چه پاسخی بدن با بیپولی چه کار کنند پاکستان رو راضی کنند یا ترکیه رو با حضور روزافزون اسرائیل در خلیج فارس و خاورمیانه چه کار کنند و بالاخره با مذاکرات اتمی که همه این مسائل با اون گره خورده چه باید بکنن فعلا با جملات بازی میکنن تا ببینن که چه پیش خواهد آمد سخنگوی وزارت خارجه روز گذشته گفت میخوایم در بروکسل کشورهای اروپایی به موضوعاتی بپردازیم که در وین به نتیجه نرسیده بود او نگفت که آن موضوعات چه بوده در حقیقت نخواست بگه که قرار ادامه مذاکرات وین رو بدیم زیرا اگر این رو بگه مردم سوال میکنن چرا این ادامه رو به خود تیم قبلی نسپردید که مسلط از تیم جدید و صفر کیلومتر نبودن به روحانی و ظریف هم تا پایان دولت روحانی اجازه ندادن بگن اون 90 درصدی که به تفاهم رسیده بودن کدام موضوعات بوده و اون 10 درصدی که باقی مانده بود کدوم موضوعات وزیر خارجه جدید ایران با پس گرفتن شرط دریافت 10 میلیارد دلار از آمریکایی ها میگه که ما پیش شرطی نداریم. حرف ما الان اینه که تحریم هایی که پس از خروج آمریکا از برجام اعلام شد لغو بشه و مذاکرات جدید نیز بر محور برجام آغاز بشه حرفی که منطقیه اما قطعا طرف های مذاکره هم برای پذیرش این پیشنهاد خواهند گفت ایران هم تمام قنیسازی های پس از لغو برجام رو باید همزمان تحویل بده بدین ترتیب مذاکرات نمیتونه با این پیشنهاد ایران شروع بشه و باید بازگشت به همان 90 درصد تفاهمی که تیم اتمی دولت روحانی بدان دست یافته بود و مذاکرات را از اون مقطع و با پس گرفتن همه تبلیغاتی که علیه اون کرده بودن ادامه داد و کوشش کرد که رسیدن به این تفاهم که آنچه تاکنون کنون از فعالیت اتمی در ایران به دست اومده پذیرفته بشه. ایران متعهد به جداسازی فعالیت اتمی از فعالیت نظامی بشه و فعالیت موشکی رو به عنوان فعالیت نظامی از فعالیت اتمی جدا کنه و بره دنبال ناوگان هوایی با خرید هواپیماهای نظامی و سامانه های ضد موشکی لغو گام به گام تحریم ها آغاز بشه تا بحران اقتصادی ایران بیش از این گسترش پیدا نکنه و فشار از روی دوش مردم تا حدودی برداشته بشه و اما چرا خامنه ای از برجام خارج شد؟ برخلاف تصور عموم شواهد و مدارک هم ثابت میکنه که خامنه ای به صورت توافقی با ترامپ از برجام خارج شده در واقع برجام قرارداد کوتاه مدتی بود که برای جلوگیری از سقوط بشار اسد تنظیم شده بود در مارس 2015 با سقوط ادلب بیش از 80 درصد خاک سوریه به تصرف نیروهای مخالف بشار درآمده بود در چنین شرایطی آمریکا و خامنه ای برای تامین هزینه نبرد و فراهم نمودن مقدمات ورود روسیه به نبرد در ژوئیه 2015 قرارداد برجام را امضا نمودند و دقیقا دو ماه بعد روسیه به نبرد داخلی سوریه ورود کرد 150 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران آزاد و بخشی از اون به روسیه تقدیم شد تا روسیه مخالفان دموکراسی خواه بشار رو که آمریکا برای نابودی اونها بهانه نداشت نابود کنه نابودی داعش نیز به عهده آمریکا و ائتلاف جهانی بود تعامل روسیه آمریکا و رژیم ایران سبب میشه تا مخالفان تا سال 2018 شکست های سنگینی متحمل بشن شهر حلب از کنترل مخالفان خارج شد اسلامگرایان افراطی از حالت تهاجمی خارج و به عقب نشینی روی آوردند و قوطه شرقی دمشق به کنترل کامل بشار در اومد. در چنین حالتی که انقلاب سوریه عملا شکست خورده بود و مخالفان در لاک دفاعی فرو رفته بودند کاربرد برجام برای آمریکا و خامنه ای به اتمام رسیده بود و اکنون دیگه زمان خروج از برجام بود زیرا ماهیت رژیم خامنه ای بر دشمنی دروغین با آمریکا و اسرائیل استواره تا افکار عمومی از درک این موضوع که خامنه ای عامل آمریکا و اسرائیل عاجز باشند قیام دیماه نیز سبب شده بود تا خامنه ای برای انتقامجویی و نیز زمینگیر کردن مردم خروج از برجام رو کلید بزنه تا با گسترش فقر و فلاکت عملا مجالی برای تقیان مردم باقی نماند. در واقع خامنه ای به دنبال ایجاد یک هلودومور استالینی بود. استالین با اوجگیری مخالفت ها در اوکراین یک قحطی ساختگی رو مهندسی کرد و سبب مرگ بیش از ده میلیون اوکراینی شد و بسیاری از مخالفان خودش رو از بین برد و همزمان غرب رو عامل قحطی مینامید لذا خامنه ای با ورود اجناس چینی و تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارگران و اجاره دریا به سید ترال چینی افزایش نرخ ارز و تعطیلی هزاران کسب و کار خرد و کلان سالهاست که یک هولودومور استالینی رو به اجرا درآورده اما با پایان یافتن کاربرد برجام و نجات بشار خامنه ای اسناد هسته ای رو به تلاویو منتقل میکنه تا ترامپ به این بهانه از برجام خارج بشه بعدها رژیم اعلام کرد که 20 مامور موساد با وانت اسناد رو به تلاویو منتقل کردن. سناریوی مضحک و خنده داری که هرگز پذیرفته نیست. چگونه ممکنه سری ترین اسناد کشور در یک انبار بدون نگهبان دپو بشن و 20 مامور موساد چند ساعت مشغول سوراخ کردن گاف صندوق ها بشن و هیچ کس متوجه نشه و به آسانی بتونن از کشور خارج بشن. با خروج ترامپ از برجام خامنه ای با موج سواری روی این قضیه نرخ ارز رو به سی هزار تومان افزایش داد چنانکه محمود واعظی رئیس دفتر روحانی به این موضوع اعتراف میکنه که افزایش نرخ ارز سبب سود 500 هزار میلیارد تومانی دولت شده نوسانات نرخ ارز سبب سود دو برابری بانک های خصوصی میشه بانک هایی که مشتبه خامنه ای از مالکین اصلی و پنهان اونها محسوب میشه احتکار اجناس و سپس افزایش دستوری نرخ ارز همچنین سبب میلیاردها دلار سوداوری برای حلقه 300 نفره آنوسی ها میشه در این میان مردم اما با فقر و فلاکت و بدبختی دست و پنجه نرم میکنند و البته حسن فریدون با استفاده از شیوه استالینی آدرس مشکلات کشور رو به کاخ سفید حواله میده آمریکا حتی در تحریم فروش نفت رژیم نیز موزیانه عمل کرده بود و با وجود تحریم ها چین از خریداران عمده نفت رژیم به شمار می رفت. ممکنه گفته بشه خروج ترامپ از برجام سبب لغو بسیاری از قراردادهای اقتصادی و خروج بسیاری از شرکت خارجی از کشور شد. در جواب باید گفت خامنه ای یک یه یهودی مذهب و عامل آمریکا و اسرائیل و اقتصاد و توسعه کشور نه تنها در اولویت های وی نبوده بلکه هدف قایی وی نابودی ایران و ایرانی است. و تصمیمات این خائن جنایتکار بر اساس منافع اسرائیل اتخاذ شده. از طرفی چگونه است که قراردادهای نفتی و صنعتی کشور به خاطر تحریم ها با دیگر کشورها لغو میشه اما قرارداد 25 ساله رژیم با چین با چراغ سبز آمریکا منعقد میشه؟ چون اواید این قرارداد قرار صرف پروژه اسرائیل بزرگ و یا خاورمیانه جدید بشه در حالی که پروژه های صنعتی در کشور سبب ایجاد اشتغال میشه و به خاطر اجرای هولودور استالینی باید تعطیل بشه از طرفی چطور میشه این تناقض رو برطرف کرد که خامنه ای و آمریکا در سوریه و عراق با یکدیگر هماهنگ هستند و آمریکا دو دستی عراق رو به خامنه ای تقدیم میکنه اما در قضیه هسته ای این گونه با هم در تنش هستند از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتون